به نام خداوند توانا، سلام و عرض ادب دارم معذر شما بیننده های خوب تلویزیون جهانی معراج. امید است که خوب و خوش و سرحال باشیم در هر کجایی که قرار داریم و شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از سلسله درس های سواد آموزی از طریق تلویزیون معراج. امیدوارم که تا آخر بیننده برنامه سواد آموزی باشیم و از داشته های برنامه استفاده نمایید. عزیزانی که کدام نظر دارم میشه که با آیدی تلگرام که زیر نویس صفحه تلویزیون شما عزیزان قرار میگیره پیام بگذارم. او تعداد از دوستانی که فرصت به تماشا کردن تلویزیون ندارم میشه که درس ها را از کانال یوتیوب معراج بیننده باشم که از درس سواد آموزی عقب نمانم. عزیزان بیننده، قبل از اینکه درس شروع کنیم با هم دیگر یک مرور کوتاهی داریم به درس گذشته. سواد آموزان عزیز و بیننده های نهایت عزیز، امید است که حتما درس قبلی را قشنگ خوانده باشیم و لغاتی که در بین درس نزد شما خوبان مشکل بود اونا را پاک نویس کرده باشیم و همچنین تکرار نوشته باشیم. عزیزانی که در خانه یا در محیط کارم، امید است که حتما از شما املا گرفته باشم و همچنین شما را کمک کرده باشم. عزیزانی بیننده، اگر یاد شما بوده باشه ما و شما در چندین جلسه گذشته داستان ما و شما و همچنین موضوعی که ما و شما بحث میکردیم قصه ساختن مسجد الاقصی و حضرت سلیمان نبی علیه السلام بود. انشالله در این جلسه هم به ادامه همون موضوعات میپردازیم. عزیزان بیننده، یاد شما باشه موضوعاتی که ما و شما بحث میکنیم این داستانها داستانهای پیامبرانه، نه تنها برای قشری که سواد آموزی برای خواندن نوشتن میخوایم خواندن نوشتن اینا خوب شه برای از اینا موثره، بلکه برای هر کدام ما و شما این داستانها داستانهای آموزنده داستانهای بسیار مفید و موثره. پس چی خوبه که همه ما و شما از این درسها استفاده کنیم. عزیزان بیننده، قبل از اینکه درس شروع کنیم امید است که کتابچه و قلم داشته باشیم و آماده باشیم که با هم دیگر بریم درس شروع کنیم. عنوان درس ما و شما مانند جلسات قبل عزیزان هست ادامه قصه ساختن مسجد الاقصی و حضرت سلیمان نبی علیه السلام. با هم دیگر میریم درس شروع میکنیم. ادامه رو میخونیم با هم دیگر. ملکه پس از پا گذاشتن روی بلور، به تصور اینکه روی آب است دامن خود را بلند کرد تا خیس نشود، ولی سلیمان علیه السلام گفت این بلور است و حراسی به خود را ندهید. ملکه با تعجب فراوان وارد قصر شد، ناگهان تخت خود را آنجا دید. پس از کمی دقت کردن فهمید که آن تخت متعلق به خود اوست. با دیدن این صحنه ها ملکه چنین گفت پروردگارا، من در پیشگاه تو اسلام آورده و مطیع تو و پیامبرت خواهم شد. دوباره میخونم بیننده عزیز. ملکه پس از پا گذاشتن روی بلور، به تصور اینکه روی آب است دامن خود را بلند کرد تا خیس نشود، ولی سلیمان علیه السلام گفت این بلور است و حراسی به خود را ندهید. ملکه با تعجب فراوان وارد قصر شد، ناگهان تخت خود را آنجا دید. پس از کمی دقت کردن فهمید که آن تخت متعلق به خود اوست. با دیدن این صحنه ها ملکه چنین گفت پروردگارا، من در پیشگاه تو اسلام آورده و مطیع تو و پیامبرت خواهم شد. عزیزان میشه که سلاید عکس بگیریم که بریم به هم دیگر سلاید بعدی. ادامه دهی سلاید میخوانیم با هم دیگر. پس از آن ملکه به سرزمین خود برگشت و مردم خود را به دین الهی فرا خواند. وزیر حمایت حضرت سلیمان علیه السلام به حکومت خود ادامه داد. بعد از آن اتفاقات ندای غیبی در گوش سلیمان علیه السلام زمزمه کرد که ای پیامبر خدا، برخیز و سریعتر کار مسجد را به اتمام برسان.
سلیمان علیه السلام نیز چنین کرد و در این را از تمامی نیروهای تحت سلطه اش از جن، فرشته و آدم بهره گرفت. دوباره میخونم عزیزان. پس از آن ملکه به سرزمین خود برگشت و مردم خود را به دین الهی فرا خواند و زیر حمایت حضرت سلیمان علیه السلام به حکومت خود ادامه داد. بعد از آن اتفاقات ندای غیبی در گوش سلیمان علیه السلام زمزمه کرد که ای پیامبر خدا، برخیز و سریعتر کار مسجد را به اتمام برسان. سلیمان علیه السلام نیز چنین کرد و در این را از تمامی نیروهای تحت سلطه اش از جن، فرشته و آدم بهره گرفت. عزیز سلایت بشکنید، عزیز عکس بگیریم، بیا یادداشت کنیم که بریم سلایت بعدی. ادامه می خونیم. اگر دیو یا جنی هم در این امر از فرمان او سرپیچی می نمود، به شدت تنبیه می شد تا بالاخره کار مسجد به اتمام رسید. وقتی که حضرت سلیمان علیه السلام از ساختن مسجد فارغ شد، هر صبحگاه به مسجد رفته و عبادت می نمود. او در بین راه گیاهان متعددی را می دید و با قدرت الهی که داشت از آن گیاه سوال می کرد و فایده های آن را به پزشکان می گفت تا در راه درمان مردم به کار گیرند. دوباره می خونم. اگر دیو یا جنی هم در این امر از فرمان او سرپیچی می نمود، به شدت تنبیه می شد تا بالاخره کار مسجد به اتمام رسید. وقتی که حضرت سلیمان علیه السلام از ساختن مسجد فارغ شد، هر صبحگاه به مسجد رفته و عبادت می نمود. او در بین راه گیاهان متعددی را می دید و با قدرت الهی که داشت از آن گیاه سوال می کرد و فایده های آن را به پزشکان می گفت تا در راه درمان مردم به کار گیرند. عزیزان می شکنی سلایت هم عکس بگیریم و یادداشت کنیم. ادامه رو با هم دیگر میخوانیم. تا اینکه روزی از روزها در بین را به گیاهی عجیبی برخورد کرد و از آن نیز طبق روال سوالاتی نمود. گیاه نیز پاسخ داد نامن خروب است و وقتی از وظیفه اش سوال شد پاسخ داد من در هر کجا که رشد نمایم باعث خرابی و ویرانی آن مکان خواهم شد. از پاسخ آن گیاه سلیمان علیه السلام فهمید که عمرش به پایان رسیده و اجل به سراغش آمده است، ولی با خود گفت تا زمانی که من زنده هستم اتفاقی برای مسجد رخ نخواهد داد. دوباره میخونم عزیزان. تا اینکه روزی از روزها در بین راه به گیاهی عجیبی برخورد کرد و از آن نیز طبق روال سوالاتی نمود. گیاه نیز پاسخ داد نام من خروب است. وقتی از وظیفه‌اش سوال شد پاسخ داد من در هر کجا که رشد نمایم باعث خرابی و ویرانی آن مکان خواهم شد. از پاسخ آن گیاه سلیمان علیه السلام فهمید که عمرش به سر رسیده و اجل به سراغش آمده است، ولی با خود گفت تا زمانی که من زنده هستم اتفاقی برای مسجد رخ نخواهد داد. عزیز سلایده مشکلیم داری، عزیز عکس بگیریم و یک یادداشت کنیم که بریم سلایده بعدی. ادامه رو با هم دیگر میخونیم. بله، در زندگی نیز گاهن این چنین گیاهانی که ناشی از هوا و هوس و هم نشینان بد می باشد در وجود انسان رشد کرده و در اعماق وجود هر کسی می تواند ریشه دواند و باعث ویرانی روی او شوند. باید آن را از ریشه کنده تا مبادا مسجد وجودی انسان را ویران نماید. در چنین مواقعی باید از جد اول خود حضرت آدم علیه السلام توبه کردن را یاد بگیریم
و با اولین گناه دست به توبه برداشته و از خدا طلب بخشش نماییم. دوباره میخونم عزیزان بیننده. بله، در زندگی نیز گاهن این چنین گیاهانی که ناشی از هوا و هوس هم نشینان بد می باشد در وجود انسان رشد کرده و در اعماق وجود هر کسی می تواند ریشه دواند و باعث ویرانی روی او شوند. باید آن را از ریشه کنده تا مبادا مسجد وجودی انسان را ویران نماید. در چنین مواقعی باید از جد اول خود حضرت آدم علیه السلام توبه کردن را یاد بگیریم و با اولین گناه دست به توبه برداشته و از خدا طلب بخشش نماییم. عزیزان مشکل عزیز سلایدم شما عکس بگیریم و یکی یاد داشت کنیم. ادامه رو با هم دیگر میخوانیم. نهایتاً سلیمان علیه السلام با آن همه جلال و جبروت، هنگامی که به عصای خود تکیه داده بود، جان به جانان آفرین تسلیم خدا شد. او چنان قدرت و هیبتی داشت که تا ساعتها مردم فکر میکردن او خوابیده است و کسی جرأت نزدیک شدن به او را نداشت، تا بالاخره موریانه‌ای به امر خدا عصای او را جویده، پس از شکسته شدن عصای ایشان به زمین افتاد و آن وقت بود که همگان فهمیدند پیامبر الهی فوت کرده است. دوباره تکرار میکنم. نهایتاً سلیمان علیه السلام با آن همه جلال و جبروت، هنگامی که به عصای خود تکیه داده بود، جان به جانان آفرین تسلیم خدا شد. او چنان قدرت و هیبتی داشت که تا ساعتها مردم فکر می کردند او خوابیده است و کسی جرأت نزدیک شدن به او را نداشت، تا بالاخره موریانه‌ای به امر خدا عصای او را جویده و پس از شکسته شدن عصا ایشان به زمین افتاد و آن وقت بود که همگان فهمیدند پیامبر الهی فوت کرده است. عزیزان بیننده، عزیز سلایدم میشه عکس بگیریم و یکی یاد داشت کنیم. سلای دارم. خب بینندگان عزیز، ما و شما رسیدیم به پایان داستان و قصه ساختن مسجد الاقصی و حضرت سلیمان علیه السلام. در این داستان خیلی موضوعات مهم و کلیدی بینندگان عزیز ما و شما با همدیگر یاد گرفتیم. یکی از موضوعات و درس‌های این داستان ای بود که نباید ما و شما به جا و جلال و چوکی و مقام و منصب چشم داشته باشیم، یا مبادا تحت بعضی از عناصر خواهشات و هوسات قرار گیریم. و موضوعی دیگر که بر ما این داستان آموخت عزیزان اینه که هیچ کس و هیچ چیز بجز از الله متعال جاویدان نیست. هر آن چیزی که در این دنیا میبینیم که آباد میشه، روزی و ایرانی از او فرا میرسه. همچنین ما و شما روزی از این دنیا خواهیم رفت. پس چی خوبه که ما و شما کاری انجام بدیم که در آخرت به نزد الله متعال سربلند باشیم. عزیزان بیننده، قسمی که به جریانیم، پایان داستان قصه ساختن مسجد الاقصی و همچنین حضرت سلیمان علیه السلام بیدک. هر آن چیزی که شما از این داستان، موضوعات بسیار مهم و کلیدی و پندهای عزیزی که شما برداشت کردیم، عزیزان میشه که در قالب یک مقاله حتما اینا رو بنویسیم و همچنین موضوعاتی که ما و شما آموختیم در زندگی خود پیاده کنیم. ای بود یکی دیگر از سلسله درس های سواد آموزی از طریق تلویزیون معراج. امید است که درس مورد پسند شما خوبان قرار گرفته باشه. تا درس بعدی، برنامه بعدی، الله حافظ و نگهدار شما عزیزان.